یک فرمانده ارشد نظامی ایران میگوید قدرت موشکی آن کشور غیر قابل مذاکره و خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفته که گوش آمریکایی‌ها به روی حرف حق بسته است و تمایل دارند همواره از موضع زورگویی و قلدرمآبانه با کشورهای مستقل و آزاد سخن بگویند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته ابراز امیدواری کرده بود که در مورد آزمایش‌های اخیر موشکی ایران راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا شود. خب، برای بررسی بیشتر این موضوع هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در کالج سلطنتی نظامی کانادا با ماست. آقای حسنیاری، خیلی ممنون که در برنامه ما هستی. خب آقای کری، در بحرین بر آمادگی آمریکا برای حل و فصل اختلافات بر سر برنامه موشکی ایران از طریق مذاکره خبر داد. با توجه به اینکه برنامه موشکی ایران، آقای حسنیاری، یک برنامه متعارفه، چرا آمریکا و متحدان منطقیش نسبت به اون حساسیت زیادی دارن؟ این حساسیت برمیگرده به روابط کلی ایران با آمریکا و کشورهای منطقه. میدونیم که اختلافات اساسی و جدی بین ایران و عربستان سعودی وجود داره در بعضی از مناقشاتی که در منطقه است. در مورد آمریکا هم بعد از توافق هسته‌ای انتظار میرفت که همکاری بیشتری بین ایران و آمریکا در مورد مشکلات منطقه صورت بگیره، مبارزه با داعش، رفع مشکلات در و پایان دادن جنگ داخلی در سوریه و همینطور بازگرداندن نوعی وضعیت عادی تر به عراق و به خصوص در مورد یمن. هیچ کدوم از اینها تا به حال تحقق پیدا نکرده و در نتیجه اون چی که هر کاری رو که ایران انجام بده، به خصوص در مورد برنامه موشکی که بعضی وقتا با تحریکاتی هم صورت میگیره، نمونه آخرش نوشتن به زبان عبری برای یکی از موشک‌ها که اسرائیل از بین خواهد رفت و مسائلی از این قبیل، این باعث نگرانی نه تنها آمریکا و اسرائیلی که کشورهای کوچکتر و ضعیف‌تر منطقه رو هم از نیات واقعی ایران نگران میکنه. بنابراین این نگرانی ها برمیگرده به این مسائل، ضمن این که خب اگر روابط ایران با این کشورهای منطقه عادی بشه، به طور قطع این نگرانی ها مرتفع خواهند شد. آقای حسنیاری، خب به فاصله کمی بعد از اظهارات آقای کری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، این درخواست رو رد کرده و گفته برنامه موشکی ایران خط قرمز اون کشور محسوب میشه. آیا اظهارات آقای جزائری هیچ جایی برای مانور بین دو طرف باقی میذاره به نظر شما؟ به نظر من اون چیزی که مهم هست از گفته های سردار دریافت بشه این هست که بخش مهمی از این گفته ها به مسائل داخلی ایران برمیگرده. اخیراً آقای روحانی، رئیس جمهور ایران، اعلام کردی که روابط رو بایستی با کشورهای منطقه عادی کرد. امنیت این کشورها امنیت ماست و این امنیت ها به هم بسته هستند. اون چیزی که سردار اعلام میکنه به نظر من از مشکلات بسیار جدی که بین بخشی حداقل از سپاه پاسداران و دولت روحانی وجود داره اشاره میکنه و این مشکل به تبع بازتاب خارجی خواهد داشت. اون چی که بعد از این توافق هسته‌ای برجام شروع به صحبت از اون شد این بود که برجام های بعدی خواهند آمد. به همین خاطری که میبینیم بعد از بحث نفوذ و بعد از مشکلات دیگری در این رابطه، حالا بحث جدیتر این هست که از برجام های آینده جلوگیری کرد. به عنوان نمونه فرمانده سپاه اعلام میکنه که از برجام هسته‌ای چه به دست اومده که ما وارد برجام های دیگری بشیم. برجام های دیگر عمدش برمیگرده به روابط یا همکاری های بین ایران و آمریکا در منطقه و در نتیجه گره زدن برنامه موشکی ایران به مشکلات داخلی و منطقه. این میتونه در نهایت به ضرر منافع ملی ایران باشه، به خاطر اینکه امروز شرایط نسبتاً مناسبی هم در منطقه و هم در جهان به وجود اومده و به خصوص دعوت جان کری از ایران برای شرکت در هر دو فصل مشکلات داخلی منطقه، اشاره به سوریه، عراق و لبنان و یمن کرده. این موقعیت مناسبی است به نظر من که ایران به نقش مهمتر خود در منطقه
فکر بکنه تا اینکه به این مشکلات یا برخوردهای زبانی با آمریکایی ها به خاطر اینکه منافع میان دوره‌ای و دوردست ایران در این هستند که با کشورهای منطقه و قدرت‌های خارجی به نوعی به تعادل برسه. دولت فعلی ظاهرا در پی تعادل هست، ولی موانع جدی در داخل وجود داره که این تعادل رو با مشکلات جدی روبرو کرده.